درودهای گرم من رو بپذیرید. در خدمت شما هستم به نام قدوس عیسی مسیح. دعا میکنم که شب و روز خوبی رو داشتید و امشب هم آماده هستید تا اینکه کلام زنده خدا رو بشنویم. با هم دیگه در خدمت شما خواهیم بود در حدود 60 دقیقه در بخش اول و 30 دقیقه در بخش دوم که تعلیمات و آموزشگاه خود میخواهیم داشت. درود بر شما نازنین خانم. بله، منم درود میگم به تک تک دوستان عزیز هر جای دنیا که هستی در منزل هاتون. متشکرم که ما رو دعوت کردید. خدا رو شکر میکنم و ایمان داریم که خداوند میخواد با قلب های شما صحبت کنه، دعاهاتون رو جواب بده و کارهای عجیب تو زندگیتون بکنه. خدا رو شکر. بله، این فرصت برای امروز درسته که خداوند آفرید. من همین ابتدا میخوام بگم تلفن‌های ما دو سه هفته عوض شده دوستان عزیز. شماره جدید برنامه سیمای مسیح 347 464 3000 هست که پایین صفحه کارگردان عزیزم گذاشتن. تلفن قبلی تا حدودی کار میکنه، تا حدودی کار نمیکنه. در ایران کار نمیکنه. نه، دوستان کم لطفی کردن تلفن ما رو تو ایران بستن. اینجا و از اروپا هم گرفتن نتونستن. بله، بس بشن. نمیدونم مشکلی بله. داره. بله، در کلیسایی که میگفت که شماره تلفن ما نمیگه. ولی این شماره جدید هست. 347 464 3000. از ایماندارانی که اهل دعا هستید خواهش بکنم که در طی برنامه برای ما دعا کنید، برای این خطات را کنید که حفظ بمونن، برنامه به راحتی به منزل ها بره و دست شریک کوتاه بشه تا نام قدوس خداوند جلال پیدا کنه. امشب برای شما دعا خواهیم کرد، راجع به خانواده موفق صحبت خواهیم کرد و مطالب اولیه که در خدمت شما هستیم و دعاهای شما عزیزان اینجا هست. ده ها که نیستش، کمتر از ده ها اینجا در دست من هستش که برای شما دعای خواهیم کرد و عزیزانی که دعاهاشون دریافت نکردن هنوز یک شهادت هم داریم البته راجع به این موضوع. ولی بریم سر اصل مطلب. اولین چیزی که میخوایم اینجا صحبت کنیم، ما در گذشته نه چندان دور بعضی نقد ها داشتیم. هر هفته هدف ما نیست کسی رو نقد کنیم، هدف ما اینه که واقعا بتونیم به اون سمت و سویی که خدا میخواد در واقع مفید باشیم برای مملکت خودمون، چه از نظر دعا کردن برای دیگران و یا اگر کلام خدا مطلبی رو به ما میگه راجبش صحبت کنیم. اولین چیزی که صحبت میکنیم این که در اخبار شنیدم آقای سردار محمد رضا نقدی، اصلا اسمشون هم نقده، خودش نقدی هستن. آره، نمی نقدی یا نقدی پول هم میشه. در صورت ایشون توصیه‌ای کردن که جالبه برای من و من بخوام راجعش. بله، این آقا هستن، آقای نقدی، رئیس سازمان بسیج مستضعفین. آقای نقدی گفته هر چه به ایمان نزدیک شویم به موفقیت نزدیکتر میشویم. اگر روزی تیم فوتبالی داشته باشیم که بازیکنان آن نماز شب بخوانند و با وضو و به نیت برافراشتن پرچم اسلام به میدان بروند، میتونیم حتی تیم فوتبال برزیل هم شکست بدیم. خب ببین، ایمان چیز خوبیه. برزیل شکست بدیم. ولی آمین. خب به چی ایمان داشته باشیم؟ حالا دعا کنیم و اینا. میدونی؟ نه، مسی تو چیز دیگه. نه برادر، آقای دوربین، برادر فیلم بردار، آقای مسی تو برزیله؟ میتونی آخه مسی رو ببرید آرژانتین؟ مسی خواستم ببینم فیلم بردارم بیدار یا نه. ولی واقعیت بفرمایید چی گفتید؟ ایمان چیز خوبیه، ولی ما باید بدونیم که بعد چه چیزی ایمان داریم. میدونید؟ و مثل این میمونه که خونه رو نمیشه رو هر چیزی بنا کرد. خونه شاید خیلی قشنگ باشه، بهترین مساله رو به کار ببرین، نمیدونم خیلی زیبا بهترین فرنیچر رو داشته باشی، ولی بنیادش خالی باشه، بنیادش شنی باشه، این خونه خراب میشه. ایمانتون رو چی هستش؟ دعاتون رو نزدیک کی میکنین؟ دقیقا. نمیتونی نزدیک یک انسان دعا کنی، نزدیک یک پیغمبر دعا کنی. دعا باید نزدیک خدای حقیقی باشه. بله. خوشا به حال قومی که یهوه خدای ایشان است. دقیقاً. دقیقاً. مزمور میگه. ببینید، من میخوام چیز مثبت این سخنان آقای نقدی رو بگم. یعنی ایشون میگه هر چه به ایمان نزدیک بشیم. اینجاش از کتاب مقدسه. کلام خدا میگه بدون ایمان تحصیل رضامندی خدا غیر ممکنه، نمیتونه. میگه با ایمانه که در همون کتاب عبرانیان باب 11 میگه موسی، ابراهیم و دیگران فتوحات کردن و برکات گرفتن و به موفقیت نزدیک میشیم. خیلی جالبه. من فکر اینو بعد نوشت تو فیسبوک. با ایمان میتونیم به خدا هرچی به ایمان نزدیکتر بشیم و موفقیت نزدیکتر بشیم. خب حتی بزرگان دیگه هم گفتن در طول تاریخ، فقط مسیحا نگفتن. ولی چیزی که شما گفتید برای من خیلی جالبه که درست هستش. مگه میشه شما چیز اشتباه بگید؟ اون هستش که در واقع به چه کسی ایمان دارید؟ آیا به خدای ایمان داریم که در تاریخ فقط یک اسمی ازش هست، یا خدای ایمان داریم که امروز هم عمل میکنه؟ وقتی که اومدن نزد ایلیا بت پرستا، حداقل 400 نفر اونجا گردن زد بعد از این ماجرا. ما میخونیم در کلام خدا، فکر کنم اول سموئیل باب 17 هستش، اونجا نگاه میکنیم، دوم سموئیل یادم نمیادش،
و اول پادشاه نیفتم از یادم افتاد آره خب ننوشته بودم ولی وقتی من اون محل دیدم رفتم برای در واقع تور به اسرائیل که رفتم اونجا که الان یه مجسمه هست ایشون شمشیر ازشه وقتی که اومدن گفتن که خدایان ما اینطور میکنن اونطور میکنن ایلیا گفت بیم کاری بکنیم ها یک در واقع آلتر درست کردن قربانگاه درست کردن و قربانی رو گذاشتن اونجا هیزم ریختن آب ریختن آب نریختن اونا گذاشتن و بعد میگه کلام خدا میگه از صبح تا از خودشون با مراسم بت پرستی در حضور خدایان خودشون چرخوندن خودشون تیغ زدن خودشون آزار دادن بعد ایلیا نشست اونجا گفت نکنه خداتون خوابیده رفته مسافرت آره. بعد دعا میکردن که خداشون از آسمان آتش بباره و اون قربانی رو بسوزونه و هرچی دعا کردن جواب نگرفتن ولی ایلیا وقتی دعا کرد به یهوه و تازه گفتش که آبم بریزید پرش کردن بعد که دعا کرد چنان آتشی خداوند ریخت که تمام بلعی تمام قربانی و تمام سنگ ها حتی مذبح و بلعید این آتش بله. خداوند و بعد ما دیدیم که او به اسم یهوه دعا کرد در کتاب تثنیه کتاب پنجم حضرت موسی سفر موسی در باب 4 آیه 7 میگه زیرا کدام قوم بزرگ است که خدا نزدیک ایشان باشد چنان که یهوه خدای ماست در هر وقت نزد او دعا میکنیم البته سوالی اینو پرسیده کدوم خدا میدونید اینجاست که مردم تماس میگیرن میگن من رفتم پیش فلان امام رفتم پیش فلان مقبره رفتم پیش فلان جادوگر یا فالگیر دعا کردم جواب نیومد البته که جواب نمیاد بلکه در رو باز میکنه که روحای شریر وارد خونه زندگی ما بشن تنها یک اسم در دنیا وجود داره آمین. یک خدا وجود داره ما سه خدا نداریم یک خداوند وجود داره که اگر ما با ایمان نزد او حاضر بشیم مسیح گفت ها مسیح امتحانش کنه امشب امتحان کنه در حین برنامه ببین عیسی مسیح کشیش کلیسا داره اینو میگه اگر تو وجود داری من ایمان میارم به تو رو میپذیرم باور میکنم بیا به در زندگی من عمل بکن آقای سردار نقدی عزیز دل من شما خیلی با محبت هستید که دارید به مردم ارشاد میکنید بهشون میگی برید نماز بخونی خدا ترس بشی ولی به کدوم خدا امشب از شما از همقطاران شما از هموطنان عزیزم استدعا میکنم نزد خدای زنده برید خدایی که حقیقت داره نه خدایی که دور یک ساختمون بچرخیم میدونم میلیون ها نفر ایمان دارن بهش قصد توهین ندارم یا هزاران نفر به نام او خیلی کارا میکنن که نباید بکنن یک خداوند وجود داره و من ایمان دارم که او امشب میتونه در زندگی شما عمل بکنه باشه که تیم ملی ما بره به جام جهانی برزیل ما هم با خودتون ببرید برزیل رو ببینیم و خلاصه شاهد فتوحات شما هم باشه خب مطلب بعدی ویدئویی است که دیگه در تمام جا پر شده چون ما دوشنبه اینجا میایم دوشنبه تا دوشنبه اینه که شاید مطلب بسیار ازش باخبرم و این دل من رنجون به عبارتی و اون ویدئویی هست که آقای احمدی نژاد رئیس جمهور ایران رفتن به مکانی در شهری و ببینید خودتون نگاه کنید و من میخوام برای مملکتمون دعا کنیم بریم برگردیم میدونم مادر جایی درست 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 در
آقای احمدی نژاد گشنمه، این صدای مردم مملکت ماست. آقای سردار نقدی عزیز که شما از ایمان صحبت بکنید، برای که فوتبال خوب بازی کنید، برنده بشید و تمرین کنید. ایمان جای خودشو داره، فوتبال جای خودشو داره. کلام خدا ما این ذره مثلا به عمل کار برایت که به سخنرانی نیستش. نمیتونیم فقط بگیم من ایمان دارم. کلام خدا از کتاب یعقوب میگه شیطان هم ایمان داره که عیسی پسر خداست. پس اگه شما به عیسی مسیح ایمان دارید، کار بزرگی نکردید. اما ایمان عمل هم میکنه، ایمان عمل هم میکنه. این هموطن عزیز من اومده میگه من گشتم. حالا شما بهش بگو خدا ایمان داشته باش، به پیغمبر ایمان داشته باش، چون با خدای حقیقی روبرو نمیشه، نمیتونه در زندگی اون سخن عمل بکنه. من دعا میکنم برای مملکتی که مملکتی بوده که پر آوازه بوده. اول انقلاب میگن بیشتر از 70,000 تا فقط آمریکایی در مملکت ما زندگی میکرده. مملکتی که اگه کسی میخواست بره اون خوشگذرانی بکنه، مسافرت بره، نمیدونم توریست بشه، میره به ایران. امروز همه از اسم ایران میترسن، از من و شما میترسن. امروز تو اون مملکت مردم به جای رسیدن که مثل این دختر جوان، نمیدونم 15 سال 20 سال شاید بیشتر نباشه، میره بالای اتومبیل رئیس جمهور مملکت و بعد اعتراض خودش و مشکل خودش رو ابراز میکنه. با قلقم کردن مردم، با حرفا و سخنرانی نمیتونیم مردم رو به جایی برسونیم که به خدا نزدیکتر بشن. بیایم به جایی که به این حرفا و بعضی چیزایی که به مردم کمک نمیکنه، بیایم درد مردم رو بشنویم. دست اون فوتبالیست رو بگیریم که داره میگه من نون ندارم بخورم، چرا حقوقم نمیدید. بریم اون چیزهایی که عملی هست رو انجام بدیم. کلام خدا در دوم تواریخ باب 7، میخوام ایماندارا بعد از این با هم دعا کنیم، دوم تواریخ باب 7 آیه 14 میگه و خداوند بر اجازه بدید دارم آیه 12 و قوم من که خدا داره با سلیمان صحبت میکنه، میگه و قوم من که به اسم من نامیده شدن متواضع شده، اگر متواضع بشن، اگر فروتن بشن و دعا کرده طالب حضور من باشند و از راه‌های بد خیش بازگشت نمایند، آنگاه من از آسمان اجابت خواهم فرمود و گناهان ایشان را خواهم آمرزید و زمین ایشان را شفا خواهم داد. امروز روز توبه است. توبه از چه کشیش الله تعالی؟ من کار بدی نکردم، نه آدم کشتم، نه زنا کردم. توبه از اینکه خدای حقیقی را از اون مملکت بیرون کردی و خدای دروغین را، بت‌ها را آوردی داری پرستش می‌کنی. از چی باید توبه کنید؟ از اون جنایت ها. از چی باید توبه کنید؟ از دروغ ها و چاپلوسی ها و گناهان بسیاری که در زندگی کرد. هر کس خودش از خودش خبر داره دیگه. شما نمیدونید من چه جور آدمی هستم، ولی من خودم میدونم کی هستم. شما خودتون میدونید کی هستید. کلام خدا داره به ما میگه میخواد اون زمین شفا پیدا کنه، میخواد زمین اون زمین مملکت برکت بگیره، به جای که بگیم مرگ بر این مرگ بر اون، به جای که تدارک ببینیم دیگران رو بکشیم، تدارک ببینیم عزیزان رو در زندان بندازیم. بعضی شاید جنایت کرده، حقشون رو نمیدونم، ولی بعضی ناحق تو زندان هستن، مثل فرشید عزیز که 15 ماه در زندان اوین بوده بلا تکلیف، دو تا بچه کوچیکش رو نمیتونه ببینه. شما به جای که بیاد بگید این شخص چه چی داره صحبت میکنه، به جای صلح آشتی صحبت میکنه، بهش اتک میکنید، بهش بی حرمتی میکنید، بهش توهین میکنید. پدری رو از دو تا فرزندش میگیرید، فرزندای رو از پدرشون جدا میکنید، از همسرش جدا میکنید و بهشون اسما میبندید، نمیدونم جاسوس اینجا هستید، ضد نظام عمل کردید. یه توبه کنیم عزیزان. یه روزی عدالت خدا دست و پای ما رو میگیره بالاخره عزیزان. خدا خدای عادل هست. ما اینجا راجع به خدای محبت صحبت میکنه، ولی خدا خدای عادله. بیایم در حضور خدا بگیم خدا من توبه میکنم. امروز وقت توبه است. شاید فردای در کار نباشه. مگه میدونستید در فومن سیل میاد؟ نمیدونستید. مگه یه کارایی میکردید؟ مگه میدونستید در مترو سیل میاد که همه چی بسته بشه؟ نه. شما نمیدونید که چند لحظه بعد زنده هستید یا نیستید. بیایم در حضور خدای واقعی زانو بزنیم، توبه کنیم، بگیم خداوند من رو ببخش به خاطر تمام بیو پدرای ما رو ببخش که آمدن اسم تو رو پایمال کردن و در عوض اون بت‌ها و من تو خیابونا میبینم شما حرم درست میکنید، زری درست میکنید، پشت وانت میذارید، این ور اون ور میبرید که اگه کسی دست بزنه شفا پیدا کنه. شما به جایی که بیاید در کلیسا رو ببندید، برید در اون فالگیرها رو ببندید، در مغازه هاشون و خونه هاشون رو ببندید، شیطان پرستا رو جمع بکنید، نمیدونم به خودشون تو کرج میبینم تو بیابون میاد شما اونجا مکه درست میکنید مردم، اینا رو جمع کنید، برید نزد خدای حقیقی. یادتون نره دوستان، کسی که کوروش رو پیغمبر میدونید، من فکر میکنم پیام آورد کوروش، یادتون نره که کوروش پیامبر یا کوروش کبیر پادشاه اعلام کرد، من ایشون رو پیامبر نمیکنم، اعلام کرد که تنها یک خدا وجود داره و اون یهوه است.
امروز بیان نزد او زانو بزنیم. مثلا جو خواهش میکنم دعا کنید برای مملکت عزیز ما، خدا رحم کنه برای افغانستان، حتی هم زبانه عزیز ما. ای خداوند، واقعا ما متشکریم که تو خدا هستی و ماها رو فراموش نمی‌کنی. ای خداوند، تو گفتی که هر گاه به یکی از این کوچکتران غذا دادید، به من غذا دادید، آب دادید، به من دادید. ای خداوند، تو گفتی که خداوند و حتی به دشمنانتون، به دشمنانی که گرسنه هستن، اونها رو سیر کنید. ای خداوند، دعا میکنیم برای هموطنانمون، برای عزیزانمون خداوند، که در سختی هستن، در مشکلات هستن خداوند، دعا میکنیم تو احتیاجاتشون رو رفع کنی. ای خداوند، از آسمان خداوند، تو خدای معجزه هستی، تو قادر مطلق آمین. هستی ای خداوند، هللویا. دعا میکنیم همون عزیزی که نشسته خداوند و دوست خونش رو زده، دعا میکنم خداوند تو چند برابر پس بدی. ای خداوند، برای اون عزیزی که نداره، مشکل مالی داره، دعا میکنم خداوند تو حل کنی، تو فراهم کنی. آمین. تو یهوه یایرا هستی، خدای مهیا کننده. ای خداوند، پس کشورمون رو به تو میسپاریم ای خداوند، عزیزان رو به تو میسپاریم، خانواده ها رو به تو میسپاریم ای خداوند، تو مبارکشون بسازه ای خداوند. دعا میکنم در دل اون رهبران مملکت بذاری ای خداوند، که به نیازمندها برسنه ای خداوند، تو مهیا کن در نام عیسی مسیح. همینطور برای فرشید عزیز دعا میکنیم و ده ها ایماندار به مسیح که الان در زندان هستن، فقط به خاطر ایمانشون، فقط به خاطر که تصمیم گرفتن به طور دیگر عبادت کنن، شخص دیگه رو وارد زندگیشون بکنن، اونم خدای حقیقی. دعا میکنیم که واقعا با قلب کسایی که مسئول هستن صحبت کنی. فرشید عزیز که 6 سال قرار در زندان باشه و خانواده‌اش رو به حضور تو میاریم، دعا میکنیم حفظ کنی خدا من. تو گفتی مویی از سر شما کم نمیشه به جز اراده من خدا. میدونیم که دست محافظ تو با برادر ما هست و با کلیسای ما هست در ایران خدا من، با مؤمنینی هست که در ایران، در افغانستان، در هر جای دیگه دارن زندگی میکنن، صلح و آرامش تو رو برای اون مملکت خواهان هست. آمین. کلیسا با هم بگیم آمین 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 آمین. آمین. قبل از اینکه یک شهادت بشنویم که نازنین جان لطف میکنن میخونن، آقای داوود رو خط میاریم. آقای داوود از انگلستان بفرمایید. سلام، درود بر شما. درود، سلام عرض میکنم. من از ایران تماس میگیرم، نه از انگلستان. بفرمایید. من صدا شد ندارم. ببینید، من چون خودم یه محقق علوم دینی هستم، گاهی برنامه های شما رو میبینم. بله. شما به یه باوری رسیدید، باورتو تبلیغ میکنید، این خوبه. بله. اما گاهی اوقات دوستان لطف میکنن، پاشون از حیطه اون مذهب میذارن بیرون. بله. من نمیدونم کارشناس برنامه شما مدعی نیست که همه چیز عالمو میدونه که. نه. مدعی نیستم. اسم من اللاتانه، بفرمایید. اجازه بدید. شما فیلمی رو پخش کردی که یه دختر با آقای احمدی نژاد تا فاصله 10 سانتی نزدیک شد. بله. اما همین کار تو امریکا کسی جرأت نداره تا فاصله 30 کیلومتری به پرزیدنت آمریکا نزدیک. درسته. درسته. این دقیقاً برعکس حرف شما دموکراسی رو تو ایران نشون میداد. این شما الان کجا زندگی میکنید آقای داوود؟ ایران. ایران مشکلات هست. نوشته انگلستان. نه، از ایران زنگ. چه دروغ میگه؟ خودش گفت. گفتش که من از انگلیس نیستم. از انگلیس هستید، از ایران هستید. آره. دوست عزیز من. دوست عزیز من. شماره نیفته، نمیشه دروغ گفت. من شماره تو ندارم اینجا. دوست آه. عزیز من. نه. دوست عزیز من. شما پای اون دختر دیدید که اون محافظ کشید. خب فرمایش رو بفرمایید. ما با آمریکا چه کار داریم؟ ما با ایران کار داریم. مملکت ما ایرانه. ببینید، اینی که تو ایران مشکلاتی هست قبوله. اوکی. اما اون شیطان پرستا تو امریکا بیشترن یا تو ایران؟ ما اصلا با آمریکا چی کار داریم دوست عزیز؟ آقای داوود، شما چه لالایی بلدی؟ چرا خوابتون نمیبره؟ آقای داوود، من به آمریکا چی کار دارم؟ من از خدام امشب برگردم ایران. شما نمیذارید ما برگردیم ایران. برگردیم میکشید ما رو. من با آمریکا چی کار دارم؟ شما چرا آمریکا رو مقایسه میکنید؟ نه، شما نشستید جایی که خب از داخل کشور خبر ندارید. فقط هر چیز نیویورک تایمز بگه شما رو باور میکنید. آخه دوست عزیز من، شما میگی نشستی آقای داوود، غلط و دروغه. اجازه میدید من برگردم ایران؟ شما اجازه میدید برگردم ایران؟ آره.
مطمئن شما چه من خودم ضمانت کنم. شما چی کاره هستید؟ شما شغلتون چی هست؟ شما میتونید کتابای منو رو اینترنت ببینید. خصوصا کتاب مقایسه قرآن و تورات منو. بله، شما شغلتون چیه که ضمانت بدید من بیام چیم نشه؟ من محقق علوم دینی هستم. خب نیازی نیست اصلا من میخوام به شما درقم بدونم. بخت عزیز از اطلاعاتی که شما میگید رو محاوره دروغه. دروغه عزیزم، ما تو فیلم نشون دادیم عزیزم. ما تو فیلم اونهایی که یارو دیگه بی بی سی و وها میگه آقای داوود اجازه بدید من گوش کنید. گوش کنید، شما نمیخواید گوش کنید دیگه. شما الان خبر دارید که چند تا مسلمان مسیحی شده در زندان هست؟ شما خبر دارید که آقای فرشید فتحی بعد از 15 ماه ایشون رو نگه داشتن، به حبس 6 ساله اونو تایید کردن و نگه داشتن؟ شما میدونید که در از اول انقلاب اسلام، جمهوری اسلامی ایران در ایران، شما میدونید که چقدر کشیش کشته شدن؟ جناب کشیش هایکوسپیان، آقای کشیش میکائیلیان، آقای کشیش دیباج و کشیش های دیگه مثل آقای روانبخش و دیگران. شما میدونید که در مملکت ما جمعه ها الان مسیحیان نمیتونن به عبادتگاه خودشون برن و عبادت کنن. ایمان دارم بیاد رو خط با یه دوستمون صحبت کنید. آخه شما محقق هستید، قابل احترام. خیلی ممنون نقد شما و نوشته شما به جای خودش، حرمت جای خودش. ولی آخه من مثلا با آمریکا چی کار دارم؟ مملکت من که آمریکا نیست که. بنده به خاطری که بنده رو میخوان در ایران بکشن و امثال منو، مجبور شدم 2 سال خورده در هندوستان برم درد سر بکشم، وقتی که 2 عزیز افغان از طرف سفارت ایران اومدن منو بکشن و اینجا بارها و بارها تهدید مرگ شدن، اومدم توی مملکت پناهنده شدم. همسر من میدونه، دوستایی که منو نزدیک میشناسن میدونن که چقدر من به ایران علاقه دارم و میخوام ایران زندگی کنم. ولی آخه شما چطور میتونید من تضمین بدید که جور؟ اگه میخواد تضمین بدید تلفن کنید به آقایان مسئول، آقای هاشمی رفسنجانی، به آقای رهبر، به هر کس دیگه، بگید چرا آقای فرشید فتحی رو شما زندانی کردید؟ چرا راه دور میرید؟ چرا من برگردم تو ایران هستن؟ اونایی که ایران هستن و حفظ نگه ما کارمون تخریب اون مملکت که نیست که. من از شما بیشتر رئیس جمهور رو دوست دارم، باور کنید بیشتر دوست دارم. من از شما بیشتر آقای سردار نقدی میدونید چرا دوستشون دارم؟ چون عیسی مسیح براشون خون داد. شما چی کار کردید؟ صحبت ما دموکراسی نیست. میدونین آزادی نیست در ایران و ایشون مقایسه کردن با آمریکا که آمریکا. صحبت ما این نیست. صحبت ما اینه که مردم زیر فشار هستن در ایران. مردم گرسنه هستن. مردم آزادی مذهب ندارن. آزاد نیستن که انتخاب کنن خدای حقیقی را. آزاد نیستن. به اجبار باید مذهبی که در اون کشور زور هستش به اجبار باید قبول کنن. صحبت ما سر اینه. مردم گرسنه هستن. مردم زیر فشار هستن. خب این کجای دموکراسی رو نشون میده در ایران؟ به خاطر اینکه یه دختر اونجا نزدیک شده، برای اینکه کشیدن که طفلک کشیدن و زن نبود که اونو بگیره بکشه پایین، همشون مرد بودن. بله. و مردا نمیخواستن دست. من آقای داوود رو میارم، خواهش میکنم کوتاه به بخش برنامه بقیه برنامه رسید. آقای داوود ببخشید شما رو هولد گذاشتم. آقای داوود آقای داوود دوست عزیزم، آقای محقق. بله عزیزم، فرمایش در یک جمله بفرمایید راجع به کسی که کار نشته بشید، ما بریم بقیه برنامه برسیم. شما به باورتون برسید، ما هم قبول داریم، گوش میکنیم. خب اینجا هیچ کس مسیحی‌ها رو نمی‌کشه، از این خبرها هم نیست، چون من دوستان زیادی هم مسیحی دارم. پس شما تو ایران زندگی نمی‌کنید آقای داوود، عزیز دلوار. شما تو ایران زندگی نمی‌کنید. شما برید اخبارا نگاه کنید. بنده سال 95 از مملکت فرار کردم به خاطری که کشیشای منو ظرف چند روز پشت سر هم کشتید و جان منم در خطر بود. امسال هم پس شما از ایران خبر ندارید اصلا؟ نه اینجوری نیست. پس اگه نیست دیگه من روی همین کاری که مال تخریب خود ایرانه، روی ماه شما رو میبوسم، شما رو به خدا میسپارم اگه قبول نمیکنید دیگه. خدا برکت تو بده. ببخشید شما رو قطع میکنم. بعد خب قطع شد اصلا قبل از که من قطع کنم. خب بفهمید شهادت آرش جان رو بگید. بله، یکی از شهادت‌ها هست. خدا رو شکر تو این همه شلوغی خداوند عمل میکنه. آمین. آرش عزیز میگم به تازگی ایمان آوردم و هفته پیش از عیسی مسیح خواستم که یه معجزه کنه و مشکلم رو حل کنه. مشکلم مالی بود، در شرایط وحشتناکی بودم که واقعا نمیدونم چی بگم. تو همین هفته مشکلم کلن حل شد. فقط نمیدونم چی بگم
چجوری دارم منفجر میشم. دوست دارم داد بزنم به همه، بگم که هر چی دارم از عیسی مسیح دارم، خداوند من هست، ایمان دارم و خوشحالم که منو انتخاب کرده برای خدمت. شکر شکر، کارو تبدیله. آمین. و من قبل از برنامه داشتم با دوست عزیزمون صحبت میکردم، گفتن که دعا کردن، جمعه دعا کردن برای دوست عزیزی در ایران که خیلی بدهکار بود و حقوقشون نمیدادن سر کار. و وقتی دعا کرد، فرداش که رفت سر کار، حقوق چند ماهه‌ای که بهش نداده بودن یه جا پرداخت کرده و تونست بدهیاشو بده، حتی نامزدی کنه چون نامزد دوست داشت. و خلاصه خداوند انقدر زنگ زد تشکر کرد که مرسی دعا کردی، این خدای شما چقدر منو برکت دادش. آمین. یه دفعه آقای فیلم بردارمون قول بدیم بریم فوتبال بازی کنیم با ایمان، بریم برزیل. شما اجازه میدین من برزیل؟ بله. دوستان عزیز، خدا رو شکر اگر چنین شهادتایی دارید تشریف دو خط صحبت کنید. ما بعد از 10 15 دقیقه تلفن‌ها باز هست، خواهش می‌کنم بیت با احترام، با هر جوری که صلاح میدونید که با هم دیگه صحبت کنیم، مطالب دعاتونو بگید، شهادتاتونو بدید که چطور خدا عمل کرده. برمیگردیم راجع به خانواده موفق صحبت میکنیم، چطور یه خانواده میتونه موفق بشه. نازنین جون امیدوارم من و شما به زودی موفق بشیم. به زودی مگه نیستیم؟ میریم برمیگردیم. آمین. سیمای مسیح، مظهر ذات خدای نادیده، برنامه متنوع با موضوعات جالب برای جامعه فارس‌زبان، با کشی شلناتان و نازنین باقستانی، هر دوشنبه شب ساعت 9 به وقت ایران با پخش زنده از شبکه محبت همراه شدید. برای اطلاعات بیشتر به تارنمای شبکه محبت www.mohabbat.tv مراجعه فرمایید. خب خدا رو شکر. بله ما موفقیم. چرا گفتی که به زودی موفق میشیم؟ حالا شایعه میشه گفت دیگه. موفق بشیم برای چی؟ برای اینکه برگردیم ایران. شما برمیگرده ایران، جلو دوربین میخوام ازت مدرک بگیرم. برگردیم ایران، خدا رو خدمت کنیم. من که میخوام اولین کاری که بکنم این از شمال تا جنوب، از شرق تا غرب برم یه مسافرت دبش فقط بگردم، قیماق بخورم. چی؟ قیماق چی هست؟ گوشت کباب. خب خدا رو شکر دیگه نیاتون داره با هم صحبت میکنه. خب موفقیت خانواده، کلا خانواده رو خدا بنا کرده، یعنی خانواده اون کوچکترین عضوه که خدا تأسیس کرده، خدا بنا کرده و چند تا خانواده اجتماع رو تشکیل میدن، اجتماع شهر رو و شهر کشور رو، ولی کوچکترین خانواده است. برای همین شیطان اینو میدونه و تمام حمله هاش به خانواده هاست که بچه ها از خانه برن، زن و شوهر طلاق بگیرن و خانواده از هم بپاشه. ولی خانواده موفق خانواده ایه که بر ایمان به خدا اساسش هست. این نوشتای منه؟ و نه، نوشتای خودمه و رو محبت بنا شده.
محبت. محبت یک چیز مهمیه بین اعضای خانواده. آمین. و محبت یک دفعه اتفاق نمیفته، زمان میبره، وقت میخواد. اون نگاه اول که میگن عاشق میشن، اون سطحیه. محبت واقعی وقت میبره که همدیگه رو بتونن بشناسن، وقت بذارن برای همدیگه، موفق باشن. و افرادی که تو این خانواده هستن چند تا خصوصیات دارن. انعطاف پذیر باید باشن، درسته؟ الان من انعطاف دارم، سکوت کردم. انعطاف پذیر باید باشن. و یعنی چی انعطاف پذیر باشن؟ یعنی اینکه قادر باشن که از اون فکری که دارن یا از اون طرز تفکرشون یا شخصیتشون، عقیده‌ای که دارن، بتونن برگردن و انعطاف داشته باشن. مثلا من آبگوش دوست دارم، کله پاچه شما دوست ندارید. نه من یه خود انعطاف داشته باشیم، ما هم آبگوش بخوریم کله پاچه. خب زورکی میخورم بعضی وقتا، بعضی وقتا. سال یه بارم نمیبینیم عزیزم. سال یه بارو میشه درد دل کنم. ایران باشه حداقل میریم صبح سر کوچه کله پاچه میگیریم میاد. اوکی. حالا دومین چیز دوراندیشی، پیش بینی اثرهای دراز مدت، پاسخهای ممکن. یعنی اینکه یک خانواده بتونن که تصمیم بگیرن ولی برای سالهای آینده. و اگه یک خانواده فقط صرفا زندگی کنن که باید زندگی بکنن، کار کنن، بچه داری کنن و چیزهای مختلف، نه، یک خانواده موفق خانواده یه که فکر میکنه برای آینده، برای آینده خودشون، آینده بچه ها، پسنداز میکنه، فکر میکنه، هدف داره. خانواده موفق فکر میکنه که بهش آبگوش بده. خدا رو شکر خواهرای در کلیسا داریم، ما رو دوست دارم، برامون درست میکنن. میشه از قضا بیای بیرون. خودت گفتی. من گفتم برای من چه دوراندیشی داری. خب بعد سوم این که منطقی بودن، انجام ارزیابی های منطقی یا درست. خب این منطقی، خب مثلا من فکر میکنم منطقی هستم، شما فکر میکنین که من اصلا منطقی حرف نمیزنم. من گفتم اینو؟ من مثال میزنم. مثال زدی. اوکی. آره، حالا این منطقی بودن باید چجوری بگن؟ کامیونیکیت بشه، باید صحبت کنیم. کامیونیکیشن، ارتباط، صحبت کردن خیلی چیز مهمیه در روابط خانواده. اگه مثلا فرزند نتونه با مادرش یا با پدرش صحبت کنه، اون دلشو بگه. منم الان حرف دلمو زدم دیگه، گفتم که گشتم. نه واقعا خیلی مهمه. ببین نازنین جون، خیلی مهمه که توی آمریکا و کشورهای مثل آمریکا که البته من 10-20 تا بیشتر نرفتم، اغلب کشور دیدم که این موضوع خیلی رایجه که زن و شوهر با هم صحبت میکنن و حتی با خانواده. در ایران من اینو ندیده بودم، نمیدونم اگه هست یا نیستش، ولی من ندیده بودم. در اینجا این مرسومه که آخر هفته رو زن و شوهر یا هر چند وقت یه بار، حتی من شنیدم مثلا 3 ماه یه بار، بر اساس اون وضعیتی که دارن نظر مالی تصمیم میگیرن که مثلا فرض کنید برن یه چند روزی با هم در یک مکانی خارج از کار و خونه و غیره و زالک با هم دیگه صحبت بکنن، مسائل مختلف رو عنوان میکنن. در فرهنگ ما نبود در گذشته، با تمام احترام که فرهنگ ایرانی دارم، خودم هم ایرانی هستم، مثلا فکر کن خانم‌ها اجازه حرف زدن نداشتن. یعنی الان هم شما به قانون مملکت هم حتی نگاه کنیم، مرد بیشتر حق داره تا خانم. من حتی شنیدم خانم ها نمیتونن تو زمین استادیوم فوتبال برن تماشا کنن، چرا؟ که شاید یه مردی فوش بده. یعنی کلن فقط در مسیح که ما اینو میبینیم که زن و شوهر با هم یک هستن، با هم همون قدر مرد در منظر سهم داره که خانم هم داره، برتر و پایین‌تر، مسئولیتشون فرق میکنه. مسئولیت خدا به آدم داده، به مرد داده، و در واقع به زن این عطیه رو داده، این دل رو داده که مرد خودش رو بتونه چیکار کنه، باهاش همکاری کنه، حمایت با هم دیگه برن جلو. بگید عزیزم خوشم میاد. عزیزم خواهر نازنین داره میگه حمایت کنه. بله سپورت کنه، یعنی واقعا تشویق کنه. باور کنید نازنین اینجوری هست. نازنین جون عزیز دل من، تو این 21 سالی که با هم ازدواج کردیم، حدودا 2-3 ماه دیگه میشه 21 سال با هم ازدواج کردیم و زندگی کردیم،
اگر حمایت ایشون نبود من نمیتونستم خیلی کارا رو بکنم، اگر همکاری ایشون نبودش. الان در کلیسا من موعظه میکنم ولی پشت صحنه همه کارا رو نازنین انجام میده، نه که من نکنم هیچ کاری، ولی واقعا این خیلی اهمیت داره که واقعا منطقی باشیم. اینطور فکر نکنیم که من جنس برتر هستم. در آیین یهود در زمان مسیح اینطور بود، در اغلب مذاهب اینجوری، در هندوستان زنا به اون شکل چیزی ندارم، ما 2 سال زندگی کردیم، در افغانستان همینطور، در خیلی از کشورها متاسفانه. ولی واقعا باید منطقی به قضیه نگاه کرد، باید بتونیم با هم دیگه صحبت کنیم. اگر همسری از همسر دیگه‌اش داره یک موضوع رو عنوان میکنه، صحبت میکنه و بعد منطقی داره صحبت میکنه، باید پذیرفت. نه اینکه چون من مردم مثلا خودم دارم میگم که مرد هستم بگم نه حرف من حرفه و حرف مرد یکیه. نه، حرف مرد یکی نباشه. اگه خانومی رو خدا من همسر به شما داره، شما کارکت میکنه، داره تصحیح میکنه، شما بپذیرید، خیلی به نفع شما و کل خانواده است. درست گفتم؟ بله. یا آمین بگید. نه آمین. خانواده موفق باید نسبت به همدیگه خیلی باز باشن و ابراز کنن احساساتشون رو. مخصوصا تو خانواده های ایرانی اجازه نمیدن به طور مثال زن اونطوری که راحت بخواد با همسرش صحبت کنه، درد دل کنه، نمیتونه. میره بیرون یه خانم دیگه پیدا میکنه، صحبت میکنه باش. و این سالم نیستش. اصلا سالم نیست. برای همین نسبت به همدیگه حتی بچه ها باید این آزادی رو ببینن که میتونن بیان پیش مادرشون، اون دلشون رو میده، حتی عصبانی بشن. تو افسوسیان باب 4 میگه که بچه هاتون رو به خشم نیارید. میدونی خیلی مهمه، اجازه بدید که خشمشون بیرون بزنه. تو اون بیرون زدن شاید بی احترامی بکنن، شاید اجازه بدید این بچه ها خودشون رو خالی کنن. بهترین که در خانه اون خشمشون بریزه، اون وگرنه این خشم میمونه و یه دفعه اکسپلود میشه. خیلی مهمه که ما نسبت به همدیگه، اعضای خانواده نسبت به همدیگه شفاف باشن، بتونن اون آزادی رو داشته باشن که باز اون احساسشون رو نشون بدن، بروز بدن. دقیقاً موافقم. مرتضی جان، آسیا جان میگن در زندگی هر مرد موفق زنی فوق‌العاده هست. خدا رو شکر برای وجود خواهر نازنین عزیز و همه خانم‌های بی‌نظیر ایرانی. آمین. بگید مرسی. مرسی. خیلی ممنون. بچه ما موفقیم. چرا گفتین نیستیم؟ نگو برده ایلناتان عزیز. گفت خوهرنازین عزیز. خب ما موفقیم. خانواده موفق. بله که هستیم. زبان قدرت داره. مگه نیستیم. 3 تا بچه خوب داریم. آمین. پسر بزرگمون که هنوز فارغ التحصیل نشده، استخدام شده تو مدرسه. هنوز فارغ التحصیل نشده. آره خبرای خوب میشنوه. دومی داره تو بسکتبال پیشرفت میکنه. سومی هر چی کارنامه میاره ایه، یعنی 20. دیگه این میگم موفقیت. بله. با همسرمون میخوایم مسافرت بریم. بیشتر دیگه بیشتر. توبه میکنم. آقای محمد بفهمید رو خط هستید از ایران. امروز ایرانیا آمدن رو خط. درود بر شما. آقای محمد عزیز. سلام بر شما. بفرمایید. صدای شما رو ندارم آقای محمد. من دارم. دارید؟ بله. میشنوی؟ بله میشنوم. سلام کنید. بفرمایید. خیلی ممنون. برادر باقستانی، خواستم در مورد این که میگن این دین آمریکاست مسیحیت، کسی که از اسلام برمیگرده کافر میشه و مسیحی میشه کافر میشه، چه حسابیه؟ بعضی هم میگن این دین تا فروختی دادی دین آمریکا، ای اصلا ربطی دین آمریکا نداره. ما که پیرو راستین خدای حقیقی زنده هستیم، این که چیزی نیست که اینا میگن چرا این کارا رو میکنین، این دین فروشی و این، شما کافر میشین و خدای حقیقی این نیست، شما این کفر میکنین. در صورت که ما ایمانداران در چیزی که اعتقاد و ایمان داریم که نادیده ایمان آوردیم و میدانیم که وجود داره، این نیست که بریم نماز بخوانیم پشت سر نماز دروغ بگیم. این تجربهش کردیم، من خودم تجربه کردم، چندی تا دنبال خدا بودم ولی خدای حقیقی که پیدا کردم نه در دروغ هستم، نه در نیرنگ، نه در ریا، نه در این که بگید کار اشتباهی بخوام بکنم یا بر دست بس کسی رو بکشم. شاید قبلا قصد داشتم کسی رو بکشم، الان همه را دوست دارم. آمین. همه را دوست دارم.
خدا رو شکر این کار خداونده که زندگی ها رو تبدیل میکنه، افکار رو عوض میکنه. کنم برادر باقستانی، حتی برای دعا، برای احمدی نژاد، برای همه دعا میکنم. وظیفه ماست. میگم خداوند عوضشان بکنه، خودشان بچشن، خودشان این خدای حقیقی را پیدا بکنن که واقعا خدای حقیقی. چی میشه آقای احمدی نژاد؟ مسیح ما بیار. هللویا. احتیاجی همه در راستی، در حقیقت زندگی میکنن. آمین. همه در محبت، در آسایش، در خوبی. اون زمان هم برادر باقستانی، اون زمان هم یهودی ها گفتن که این کفره. الان هم مسلمان هم میگن این کفره. دعا میکنیم خدا چشاشونو باز کنه عزیزم، برای همین اینجا هستیم. همه بر ضد ما بلند میشن، اما ما بر ضد کسی نیستیم. بر ضد کسی نیستیم. بله. خیلی خیلی ممنون از لطفتون، از سخنانتون برادر عزیزم. مرسی عزیزم. اوکی، قطع شدن. بله. واقعا همینطوره. خداوند تبدیل کننده دل هست. اسمشون نیستش اینجا، میگن میخوان عیسی رو بشناسن. دوست عزیز، خانم هستید یا آقا هستید؟ درود بر شما. بفرمایید خانم عزیز. الو. بله بفرمایید. صداتون رو میشنویم. سلام خانم باقستانی. سلام. درود خداوند بر شما و همسر مهربونتون. مرسی جانم، بفهمید. الو صدا میاد؟ بله صداتون میاد. میشه اسمی داشته باشیم از شما؟ مطلبشون رو بگید. خانم باقستانی، من خدیجه هستم از ایران. بله. من دعا کنید واسه همسرم، بسیار عصبی و پرخاشگره. اگه لطف کنید دعا کنید. من ایمان دارم به عیسی مسیح خداوند. همسرتون چی؟ همسرتون هم ایمان داره؟ نه خیلی. من که دارم تلاش میکنم که ایمان دار بشه. حتما عزیزم. حتما. اگه زحمت نیست براش دعا کنید. اسمش ایرجه. حتما. آقای ایرج براشون تا انتهای برنامه دعا میکنم. چشم. مرسی رو خط اومدید. آقای آبادان فکر میکنم. درسته؟ الو الو، بله بله. درود بر شما آقای آبادان. درود بر شما. بله بفرمایید. سلام باشید. آقا ما عیسا هستیم. کی هستید؟ عیسا، عیسا از آبادان. آه اوکی، بفرمایید با خوشحالی. به 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 به. بفرمایید. الو. میشنویم صداتون عزیزم. ما عیسا هستیم از آبادان. مخلص. میگم. بفرمایید. الو. آقا باقستانی خسته نباشید. خوبه آقا؟ مرسی عزیزم. بفرمایید. مخلصم. آقا ما نماز میخوندیم، ما چند تا دیگه نماز رو ترک کردیم. نماز رو ترک کردیم؟ بله نماز رو ترک کردیم. ایمان ما خیلی ضعیف شده. اینا دوستان دوباره ایمان رو بیشتن بیاد. آقا عیسی رو خط میذارم اتون، صداشون خوب نمیاد. اتاق مشاورین عزیز ببینید که مطلب چی هستش، به من بگید. خانم مریم از ایران بفرمایید. در خدمت شما هستم. الو سلام. درود بر شما. الو سلام. سلام. مرسی. بفرمایید. صدای منو دارید؟ بله عزیزم بفرمایید. من مریم هستم از ایران تماس میگیرم. میخواستم شهادت بدم. یک سال خورده ایماندار شدم و فقط خواهش میکنم از هر جوون، هر کسی که توی ایران صدای منو میشنوه، برای یک بارم که شده این امتحان رو بکنم، برای یک بارم که شده این امتحان رو کنم و خداوند مسیح رو واقعا بخوان که بیاد توی زندگیشون و واقعا امتحان رو بکنن و ببینن که چی میبینن. من خودم یک سال خوبه الان ایماندار شدم، معجزات خیلی زیادی ازش دیدم. یعنی آرامشی توی زندگیم دارم، امیدی توی زندگیم دارم که قبلا نداشتم و از خیلی گناهانی که من توی زندگی میکردم دست برداشتم. همین بزرگترین برکت الان برای من توی زندگیمه. خواهش میکنم ازشون از این تاریکی، از این جهالتی که توش هستم واقعا بیان بیرون، برای یک بارم که شده امتحان کنم. بله. من مطمئنم همونطور که خداوند مسیح ما گفته پشیمون نمیشن. آمین. مرسی خواهر عزیزم. درود بر شما. دعا داشتم براتون. ببخشید. بفرمایید. من برای کارم برام دعا کنید. بله. بله حتما. ما تا دقایق دیگه دعا خواهیم کرد. ممنونم. بله تا دقایق دیگه دعا. برنامه خوبتون. تشکر. مرسی. بله ما که هنوز حرفامون رو نزدیم.
دوست عزیزی میگن آقای داوود عزیز دل من، دوست عزیزی میگن سلام، لطفاً برای کلیسایمون که اکنون تعطیل شده است، جماعت ربانی اهواز، در دعا باشید برای کشیشمان، برای خانواده‌اش و اعضایی که اینک بیشبان پراکنده شدن، یعنی در کلیسا بسته شده، اعضای کلیسا کشیش ندارن. در دعا باشید خداوند شما مردان و دختران مقدسش را برکت دهد برای ماندن در جف که غیرت که برای ما دارید. خدا رو شکر برای وجودتون. حتما دعا میکنیم چون خدای ما دعا میشنوه. عزیزان بسیاری از شما در این برنامه و در برنامه دیگه براتون دعا شده. ما فکر میکنم هر هفته در هر برنامه‌ای علی خصوص سیمای مسیح بعد تشریف بیارید و بگید که عیسی مسیح برای شما چیکار کرده. بنویسید برای من. اینقدر به من خصوصی می‌نویسن و من از شما خواهش میکنم که این کارو در آینده ادامه بدید. خیلی خوب. کجای مطلبمون رو بگیم تو این 10 دقیقه پایانی؟ در ویژگی‌های خانواده سالم و ایدئال چی هستن؟ خانواده سالم مجموعه‌ای هستش که در اون همه اعضا موفقن و همه مناسبات میان افراد روال طبیعی داره. یعنی من در اون اشعار زیبای فارسی که نوشته شده است که عضوی وقتی سرفراز میشه، انجیل مقدس میگه من سرفراز میشم وقتی که میبینم همسرم پیشرفت میکنه، ایشون خوشحال میشه وقتی میبینه من پیشرفت میکنم، وقتی بچه ها بلند میشن. در خانواده، رابطه خانواده موفق مسیحی، یک خانواده موفق خانواده نیست که اصطلاحاً این روی اونو کم کنه اون روی اونو کم کنه. حرف منه، هر چی من گفتم اگه نکردی یه کاریت میکنم که آبرود بره. نه، وقتی یک عزیزی در خانواده، همسر، فرزند، شوهر، وقتی اون کوچیک میشه کل خانواده کوچیک میشن. عیسی مسیح ما یاد داده که ما باید یکدیگر را بلند کنیم، در حضور خدا دعا کنیم، برای موفقیت همدیگه بکوشیم. این چیزیست که کمک میکنه به یک خانواده سالم که پیشرفت بکنه و موفقیت دیده بشه. نکته بعدی برای رسیدن به یک خانواده سالم باید به چند نکته توجه داشت. خانواده واحدی برای رشد، خانواده یک واحدی برای رشد و بقا هستش. افراد مجرد دعا میکنم امسال همتون ازدواج کنید ها؟ بدون ازدواج شما زندگی میکنید، میگید چقدر راحتم، خرجم کمه، اینطور هست اونطور هست، ولی ازدواج کمک میکنه ما در زندگی و موفقیت بیشتری کسب کنیم. من راجع به خانواده ها و ازدواج صحبت نمیکنم که از هم پاشیده، متاسفم، ولی هدف خدا از ازدواج چنه که شما گفتید اینه که ما کامل بشیم. کلام خدا میگه خداوند دید که خوب نیست آدم تنها باشه، حوا رو از دندش درآورد. ما یه دنده کم داریم مردا که در شما قرارش گرفته ها. خداوند آفرید، خداوند اینو وضع کرد، خداوند اینو مقرر کرد. خانواده سالم یک جامعه رو سالم میکنه. من در خیلی آمار مختلفی رو دیدم در اینترنت. آماری بود که هر یک دقیقه، هر 6 دقیقه یه نفر طلاق میگیره. آماری بود که نمیدونم چقدر آمار طلاق بالا رفته. خود آمار جدید نشون میده که در ایران طلاق در سال آینده به 100% میرسه. امیدوارم نمیرسه. ما امشب دعا میکنیم. ما دعا میکنیم. اینو میشکنیم در نام مسیح. ولی ما با همدیگه موفقیم. بله. میدونه چی میخوام بگم؟ این دروغ شیطانه که ازدواج نکن، مجرد بمون. نه، من دعا میکنم همه تون زودتر ازدواج کنیم. خداوند درهای مالی رو باز کنه و واقعا بتونیم شاهد این قضیه باشیم. پس یک واحد هستن. در خانواده من وجود نداره. ما. خدا رو شکر فامیل شما شده، باقستانی شده، ما دیگه کامل شدیم. ها؟ نکته بعدی رو میگم بعد خانم نازنین رو جواب میدم، تشریف داشته باشید. خانواده مکانی است که نیازهای احساسی و عاطفی همه اعضا در آن تامین میشه، چون اونجا امن هستن، در امنیت میتونن احساسشون رو بروز بدن، میدونی قضاوت نمیشن. در خانواده اون امنیت وجود داره، وگرنه همین احساس رو شما بخواید در بیرون متاسفانه قضاوت میشین، بد برداشت میشین، ازتون سوء استفاده میشه، ولی خانواده محیط امنیه. بله، خانم فاطمه گفتن برای من دعا کنید، پدرم مسلمان هستن، ایشون دوست مسلمان هستن، میگن پدرم پامو شکونده، این خانواده موفق نیست. چرا؟ دیگه بقیهش رو توضیح نده. این خانواده موفق نیست. آخه خانواده؟ چه پدری میتونه همچین کاری بکنه؟ حالا ما نمیدونیم چی شده که پاشو کسته، شاید پاشو گرفته جلو. یعنی واقعا بعضی پدرها اون احترامو دور از جون شما 100% یعنی احترامو بیشتر بالاتر از هر چیز قرار میدن. یعنی بچه تو البته فرزندان باید پدر و مادرتون رو احترام کنین، ولی اون خشم پدر که اینجوری بر
بر سر فرزند میاد؟ این خانواده نمیتونه موفق باشه. من از فاطمه جان میخوام که امشب قلبتون رو مسیح بسپارید، چون غیر از این امکان نداره، و توسط مهر مسیح، فیض مسیح که وارد قلب شما میشه، پدرتون اول ببخشید. حتما برای پدرتون دعا میکنیم، ولی قلب شکسته شما شفا پیدا بکنه. ما دو تا دیگه تلفن رو جواب میدیم، میریم دعا میکنیم. خانم نازنین از ترکیه بفرمایید. عزیزم سلام. درود بر شما. درود بر شما. بفرمایید. خسته نباشید. من نازنین هستم از ترکیه، پناهنده هستم. بله. بفرمایید. من به عیسی مسیح ایمان آوردم. از موقعی هم که ایمان آوردم مشکلاتم کم کم حل شده. سه سال هست اینجا هستم. بخواستم یه دعایی برای من بکنید. مثلا یه مشکل خیلی کوچیکی دارم، مشکلم حل شد. حتما عزیز جان. الان دعا میکنیم تا چند دقیقه دیگه. مرسی عزیز. خدا برکتتون بده. بله، اینو نمیتونم بخونم. دوست عزیز از ایران، درود بر شما. بفرمایید، رو خطین. خب من میذارمش رو هول چون وقت نداریم. نمیدونم. آقای بابک رو خط هستید. خب اسم ندارم عزیزم. سلام. درود بر شما. بفرمایید. ممنونم. خواهش میکنم عزیز. بفرمایید. خیلی کوتاه بفرمایید. مرسی. خواهش میکنم. ببخشید بنده، چون بحث شما یه بحث انتقادی هست، میخواستم اگر اجازه بدید یک سوالی رو که قبلا هم مطرح کرده بودم در مورد اینکه استفاده بشه از نظرات مختلف، قرار بود این کار انجام بشه در مورد اینکه از کشیشای کاتولیک هم در این برنامه استفاده بشه، اما متاسفانه حالا یا شرایطش نبود یا هرچی، نمیدونم چرا استفاده نمیشه. این بابک عزیز، ما خودمون رو هم بله نقد بذاریم. بله بابک عزیز، اولا نمی‌کنم تو این برنامه گفته باشید، ولی الان 3 دقیقه بیشتر وقت نداریم. من خیلی خوشحال میشم هر عزیزی بیان، بدونیم از قبل راجع به چی می‌خوایم صحبت کنیم. فکر می‌کنم به زودی هم یه برنامه خواهد بود که چند تا از کشیشا با هم دیگه خواهن آمد. خانم افسانه از هلند بفرمایید عزیزم. بله بابک جان، شنیدید خانم افسانه قطع شدن. دوست عزیز شما رو خط هستید، بفرمایید. بله من رویلم. بله شما رویل هستید. شما هستین. ما 2 دقیقه دیگه برنامه هم تمام میشه. دوست عزیز درود بر شما. سریع بفرمایید. شبتون بخیر. من حالا اول میخواستم تشکر کنم از برنامه خوبتون، و سوالم این بود که ماها که نو ایمان هستیم و تو ایران داریم زندگی میکنیم، که هم با یه سری مشکلات مواجهیم. برای حل این مشکلات یا برای صبر در مقابل این مشکلات چه راه حلایی داریم؟ و یک نکته خواستم بگم اگه فرصت باشه، در حد 30 ثانیه 20 ثانیه. تلفن رو نگه دارید، من الان برنامه تمام میشه همسرم میان جواب بدم. ببخشید. آقای حسن بفرمایید، آخرین تلفن. آقای حسن بفرمایید. این دوستمون که قطع شدن دوباره بیاریدشون. آقای حسن ما میخوایم دعا کنیم برای خانواده ها. صحبتامون تمام نشده. امیدوارم در به زودی دوباره با چند تا خانواده، خانواده های سنای مختلف اینجا در خدمت عزیزان باشیم. هفته دیگه برنامه مردا داریم. دور مرداست. برنامه داریم در مورد مردان، راجع به مردان خدا، کلام خدا صحبت خواهیم کرد. و بعد به زودی هم برنامه خانم ها خواهیم داشت. روز بین المللی دعا هستش هفته. بله، دیگه بله. به اونم صحبت میکنین. بله. اشاره میکنین. آمین. و آمین. من از عزیزان میخوام که مطالب دعاتون رو در این هفته و هفته بعد بله حتما بفرستید، چون ما یه جلسه مخصوص دعا داریم و میذاریم و برای تمام این درخواست ها به طور خاص دعا میکنیم. روز بین المللی دعا هستش و خداوند همین لحظه دعا میکنیم برای خانواده ها. خداوند که ایمان تو بنیاد این خانواده ها باشه، محبت تو خداوند در این خانواده ها ریخته بشه، خداوند آرامش تو، سلامتی تو، تا اینکه خانواده ها موفق بشن خداوند، هر خشم، هر عصبانیت رو در نام عیسی مسیح میبندیم خداوند، و اتحاد تو را، آرامش تو را، سلامتی تو را در قلب های این خانواده ها میریزیم ای خداوند. مخصوصا برای این پدر دعا میکنیم که خداوند این پدر را آرامش بدی ای خداوند، او را از هر خشم آزاد کنی خداوند، فاطمه را کمک کنی که ببخشه. برای تمام این درخواست ها، برای عیسی، برای ایرج که خداوند از اون بد اخلاقی آزاد بشه، برای مریم، برای کارش، برای نازنین در ترکیه، خداوند تو درخواست ها را میبینی، تو
لمس کن. آمین آمین آمین. شکرگزاریم در نام عیسی. آمین. ما حتما قول میدیم برای شما دعا کنیم. ببخشید که زمان کوتاه شد. دو تا نکته. نکته اول اینه که درس بعدی رو که با هم نگاه میکنیم با ما باشید. در ادامه درس چهارم در پی عیسی هستش و عزیزم نازنین جان میام پشت خطا اگر میخواید صحبت کنم. میبینم تلفن‌ها دارن خاموش و شم میشن، در خدمت تو خواهم بود. تو هفته بعد که برنامه مردا خواهیم داشت، تکرار این برنامه در خدمت شما خواهد بود. شما رو به دست خدا میسپاریم. خدا نگهدار. خدا نگهدارت.
دوستان عزیز به برنامه اندیشه و ایمان مسیح خوش آمدید. در طی دروسی که داشتیم در هفته گذشته در برنامه در واقع در پی عیسی، امروز مبحث چهارم رو با هم بررسی میکنیم تحت عنوان دعای کتاب مقدسی. چه دعایی جواب دعا میگیریم؟ چطور از اون جواب میاد؟ چطور میتونیم در دعامون موفق بشیم؟ یک سوالی که بسیاری از کسایی که نوکیش هستن از ما دارن، از عزیزان ما یا کسانی که دعا کردن و میخوان بدونن که چطور میشه دعا کرد تا خداوند جواب بده و در اون موثر باشه. یک سری پیشنهادات عملی خواهیم داشت، پس خودکار و کاغذ و کتاب مقدس و بقیه مسائل آماده باشه و با هم دیگه نگاه میکنیم. قبل از اینکه ما راجع به مطلب صحبت کنیم، اینه که نکته اولی که باید بدونیم که دعایی نیست که ما سعی کنیم فکر خدا رو عوض کنیم. خیلی اهمیت داره دوستان عزیز ما که بدونیم که هدف ما در دعای شخصیمون و دعای موثر، ما نمیخوایم بیایم به زور به خدا بگیم خداوند تو چیکار بکن برای ما بهتره. گاهی ما دعا رو اینطور یاد گرفتیم، از مذهب قبلیمون، از طرز تفکرات گذشته. اما کتاب مقدس به ما یاد میده وقتی ما دعا میکنیم، در اینی که ما مسئله دلمون رو باید به حضور خدا ببریم، ولی باید آمادن باشیم که خدا اونطوری که صلاح میدونه جواب بده یا نده، یا در وقت خودش عمل بکنه. ما مواردی در کتاب مقدس داریم مثل حزقیاه پادشاه که خدا هم بهش گفت که تو به زودی نزد من خواهی اومد و ایشون سعی کرد با اصرار، با سعی فکر خدا رو عوض بکنه. در نتیجه اتفاقی که افتاد میخونیم که در سالهای بعد که زندگی کرد متاسفانه پادشاه خوبی نبودش. سلاید اولی که نگاه میکنیم، دومی که نگاه میکنیم، این هستش که چطوری ما میتونیم در دعا موفق بشیم. یک دعای واقعی، یک دعایی که در واقع رابطه زنده با خدا برقرار میشه. ما در این دعا ما نه فقط ما با خدا صحبت میکنیم، بلکه خدا با ما صحبت میکنه و یک رابطه زنده است. همونطور که من با شما صحبت میکنم، شما با من صحبت میکنید وقتی با همدیگه هستیم. نکته دوم اینه که دعای کتاب مقدس به وسیله دعا اعتماد و ایمان خودمون رو به خدا ابراز میکنیم، فکر و نظر او را جستجو میکنیم. در این حالی که داریم به خدا و میگیم ما راجع به ازدواج، راجع به نقل مکان کردن، راجع به هر چیزی به حضور خدا صحبت میکنیم، در این حال منتظریم که خدا فکر خودش رو ما بگه. اگه ما نمیتونیم فکر خدا رو در نظر بگیریم و نظرات او را و در واقع اراده او را بدونیم، نباید توقع داشته باشیم که خدا دعای ما رو جواب بده. و سوم این هستش که دعا به وسیله دعا در مقابلش تلاش شیطان میتونیم بایستیم. ها مردم گاهی وقتا به سراغ جادو و جنبل میرن و غیره و زالک، غافل از این که ما اگر با ایمان به نام عیسی مسیح به حضور خدا بریم و دعای واقعی داشته باشیم، ما میتونیم در مقابل تمام حیله ها، در واقع تمام فکرهای شیطان بایستیم و بدونیم که پیروز هستیم. شیطان نمیخواد که ما در واقع هدفهای محبت آمیز خدا رو در زندگیمون تجربه کنیم، اما میتونیم با دعا این کار رو انجام بدیم. انجیل یوحنا باب 17 بهترین نمونه است که عیسی مسیح قبل از که او را دستگیر بکنن و از این دنیا بره، روی صلیب مصلوب بشه، قبل از اینکه در واقع این اتفاقا بیفته، میبینیم که ما نشون میده که عیسی مسیح برای شاگردانش دعا میکنه و به پتروس حتی میگه برای تو دعا کردم که نیفتی، سقوط نکنی. پس دعا کردن میتونه تمام نقشه‌های شیطان رو باطل بکنه. دعا کردن یک قسمت حیاتی در مشارکت روحانی ما با خدا رو همونطور تشکیل میده. در اول قرنتیان باب 1 آیه 9 میخوانیم که خدا امین است، امین است خدایی که به رفاقت با پسرش خداوند ما عیسی مسیح ما را فرا خوانده. خدا ما را خوانده که با او مشارکت داشته باشیم. در اول یوحنا باب 1 آیه 3 یوحنا میفرماید که ما شما رو دعوت میکنیم برای اون رفاقتی که با پدر و پسرش عیسی مسیح داریم. و تمام کتاب مقدس ما نشون میدم تو که هفته گذشته گفتم، خدا میخواد که ما با او مشارکت و دوستی داشته باشیم و دعا این فرصت رو برای ما به وجود میاره. سلاید بعدی که با هم نگاه میکنیم عنوانش هست رابطه و مصاحبت ضعیف با خداوند. چه رابطه و مصاحبتی هست در رابطه یک ایماندار با خدا که در واقع ضعیف محسوب میشه نظر خدا؟ در این نوع دعا کردن، در این نوع روش مشارکت با خدا، خدا گاهی با کلام خودش با ما صحبت میکنه، ارادهش رو با ما میگه، ولی در این رابطه غلط و مصاحبت ضعیف میخونیم میبینیم که ما در مورد موضوع دیگری صحبت میکنیم. خدا راجع به محبت صحبت میکنه، ما راجع به نیازهامون صحبت میکنیم. خدا میگه ببخش کیو، ما میگیم خداوند چقدر دوستت دارم. این رابطه ضعیفه.
ما خدا رو دوست داریم وقتی خدا میگه دیگری ببخشیم، ما خدا رو دوست داریم وقتی میگه دیگری محبت کنیم. پس خیلی مهمه که در رابطه دعامون مواظب باشیم در حضور خدا چیزی رو که خدا میگه واکنش نشون بدیم. نکته بعدی این هستش که پس چطور میتونیم ما رابطه مصاحبت مؤثر با خدا داشته باشیم؟ اگه اون رابطه غلطه، پس رابطه درست چیه؟ در این نوع رابطه خدا با کلام خودش با ما صحبت میکنه، با ایماندار صحبت میکنه، ما در مورد همان موضوع با خدا صحبت میکنیم. واکنش چی نشون میدیم؟ واکنش مثبت نشون میدیم، واکنشی که در خور اون سخنیه که خدا با ما میگه. فرض کنید شما به کلیسا تشریف میبرید، واعظ صحبت میکنه، کلامی رو به شما میگه. اونجا وقتی میریم در حضور خدا که مرحله آخره در واقع موعظه کلیسایی هستش و میخوایم دعا بکنیم، واکنش صحیح اینه که در مورد همون موضوع به خداوند واکنش نشون بدیم از طرف خودمون. پس خیلی مهمه که ما واکنشامون در واقع همونی باشه که خدا انتظار داره، نباشه که مثل یونس. فرض کنم یه مثال به شما میزنم، یونس پیامبر وقتی خدا بهش گفت برو به نینوا و به اونها راجع به من صحبت کن و بشارت بده، اون به خاطر که از نینوایی ها خوشش نمیاد فرار کرد. کلام خدا میگه که او در نهایت نیم کشتی شکسته میشه و به شکم نهنگ میره و خدا اونجاست که باهاش صحبت میکنه و در نهایت توبه میکنه و اراده خدا رو انجام. مواظب باشید که واکنش شما طوری نباشه که به شکم نهنگ برید. خب قرار ملاقات ما و قرار ملاقات روزانه ما در دعا فقط با یک کتاب نیستش. کتاب مقدس بسیار جایگاه مهمی داره، ما راجبش صحبت کردیم، بازم صحبت میکنیم، اما ما رابطه با کتاب نداریم. در ادیان دیگه کتاب برای اونا از نظر فیزیکی خیلی مهمه. بعضی امامین مثلا دوستان مسلمان ما باید وضو بگیرن، باید یک مراحل رو انجام بدن که برای اون خواندن کتاب اون رو انجام بدن. کلام خدا بر حق زنده است، ما باید احترام بذاریم، ولی رابطه ما با کتاب نیست، بلکه با صاحب کتاب هست که خود شخص عیسی مسیح. اصل مهمی که در واقع ما اینجا میبینیم برای ما خیلی مهمه که در نظر داشته باشیم اینه که میتونیم هر قسمتی رو که در کلام خدا وقتی میخونیم، مطالعه میکنیم، علامت گذاری میکنیم، در مورد اون با خدا صحبت کنیم. فرض کن الان کتاب من در انجیل مرقس فصل در واقع 16 بازه، من برای خودم در مطالعات شخصیم آیه 16 رو زیرش رو خط کشیدم. 16 هر که ایمان آورده تعمید یابد، نجات یابد، اما هر که ایمان نیاورد برای او حکم خواهد شد. فرض کنم من برای خودم خط کشیدم که کشیدم، کلام خدا چی میگه؟ میگه هر که ایمان بیاره تعمید بگیره. پس اگر راجع به تعمید روح القدس صحبت میکنه، تعمید آب صحبت میکنه، فرق نمیکنه. اینجا البته راجع به تعمید آب صحبت میکنه. پس من اگر قصد تعمید نگرفتم، خودم باید آماده کنم، خداوند شرایطو آماده کن که من قصد تعمید بگیرم و چیزای شبیه این. پس واکنش ما باید واکنش چی باشه؟ همگام و همصدا با خدا باشه. اون موقع است که بعد تقاضاهای خودمون رو به حضور خدا میبریم. اوکی، خیلی مهمه که کجا ایستادیم. دوم این که تمام قسمتایی که خوندیم و علامت گذاشتیم و در آخر برگردیم اونها نگاه کنیم، راجع به چیزایی که علامت گذاشتیم دعاهای کوتاه به حضور خدا داشته باشیم. همونطور که گفتم خداوندا مثلا راجع به ایمان صحبت میکنه، اگر فامیل شما ایمان نیاورده در این مرحله دعا میکنه، میگه خداوندا من دعا میکنم برای فامیلم، مادرم، برادرم، خواهرم، هر کس که احتیاج به دعا داره که این نجات پیدا کنه، دعا میکنم خداوندا که با قلب اونا صحبت کنه. و بعد راجع به کسایی که ایمان نیاوردن، همین مرقس 16 هستم، میگه اگه ایمان نره حکم میشه. خداوند من نمیخوام که بر اونها حکم بشه، خداوند من میخوام که با قلب اونها صحبت کنه، خداوند میخوام از محکومیت اونها کم بشه و به جایی برسن که نجات پیدا بکنن. تو خواست محکومیت نیستش. دعاهای نظیر این، برخلاف مذهب این کارو نمیکنه. مذهب وقتی شخصی فوت میکنه میگه خدا رحمتش کنه. چیو خدا رحمت کنه؟ اون شخص فوت کرده. در مورد شخص زنده این دعا درسته. دقت کردید؟ پس دعاهای ما باید صحیح باشه. خداوند منو کمک کن که این شغل رو به دست بیارم که روی یه در رو خراب بکنم، کم بکنم. این دعا غلطه، جواب داده نمیشه. خداوند شغل به من بده که من بتونم منشأ و منبع برکت واسه دیگران باشم. این دعا درسته. دعاهای شبیه. اما دعا کردن در رابطه خود با خداوند باید در واقع هم وقت برای گوش دادن بذاریم و هم وقت برای صحبت کردن. در دعاهای مذهبی شما فقط حرف میزنید، خدایا بده این کارو بکن، خدایا اینجا. ولی در دعای مسیحی ما صحبت میکنیم، او با ما صحبت میکنه، خدا از طریق کلامش صحبت میکنه، خدا از طریق رویا و خواب با ما صحبت میکنه، خدا از طریق روح القدس با ما صحبت میکنه. وقتی در دعا هستیم اجازه میدیم که او با ما نیز صحبت بکنه. دقت کردیم؟ در مزمور آیهشو داریم اینجا، مزمور 27 آیه 8 میگوید که تو گفته‌ای که تو را بطلبیم،
من نیز از ته دل میگویم که خداوند تو را خواهم طلبید. دقت کردید؟ طبق اراده خدا دعا میکنه. اگه آیه رو دو قسمتش بکنیم میگه یک بخش اول تو گفتی که تو را بطلبیم. این صدای خداست، خدا رو با ما حرف میزنه. واکنش ما چیه؟ من نیز از ته دل میگویم که خداوند تو را خواهم طلبید. دقت کردید؟ مطابق اراده او دعا کردن. پس خیلی مهمه که این گونه دعا بکنیم. در جای دیگه در کلام خدا مزمور 143 آیات 8 تا 10 دوباره مزمور میگوید سراینده 143 8 تا 10 بامدادان رحمت خود را به من بشنوان زیرا که بر تو توکل دارم، طریقی را که بر آن بروم مرا بیاموز زیرا نزد تو جان خود را برمی افرازم، مرا تعلیم ده تا اراده تو را به جا آورم زیرا خدای من تو هستی، روح مهربان تو مرا در زمین هموار هدایت بنماید. اگر آیه رو بخوایم اینجا در واقع قسمت بندی کنیم، اول میگه من بامدادان رحمت تو را میطلبم. خیلی خوبه ما چشامون رو باز میکنیم دنبال رحمت خدا باشیم، رحمت خدا رو دریافت کنیم نه چیزای دیگه. بعد میگه چرا من رحمت تو را میخوام؟ چون فقط به تو توکل میکنم. و بعد از خدا میخواد. شما فکر کنید صبح زود دعا میکنید، طریقی را که برام بعد راه برم زندگی بکنم به من بیاموز زیرا نزد تو جان خدا برمی‌آفزم. داره میگه من مال تو هستم، چون مال تو هستم میخوام اراده تو در زندگی من آموخته بشه، من یاد بگیرم و من اون رو انجام بدم. و بعد میگه من رو تعلیم ده تا اراده تو رو به جا آورم. اگه یادتون باشه در انجیل متی باب 6 عیسی مسیح اینطور دعا کرد، گفت دعا کنید اراده تو چنان که در آسمان بر زمین کرده بشه. چرا ما باید اراده خدا رو انجام بدیم؟ بعد بیاموزیم که اراده خدا چیه، چون او خدای ما هستش. و بعد میگه روح مهربان تو روح القدس مرا در زمین هموار هدایت بنماید. چقدر موفق خواهد شد ایمانداری که این گونه زندگی کنه و دعا کنه در حضور خدای قدوس. اما سوالی که وجود داره اینه که تثلیث چه جایگاهی در دعای ما داره. ما میدونیم که تثلیث پدر پسر روح قدوس که خدای واحد هستن در زندگی یک مسیحی و مثلا ما مسیحیان پروتستان بسیار نقش مهمی داره، بسیار اهمیت داره که ما بدونیم تثلیث در زندگی ما چه کاری و چه سهمی رو میتونه انجام بده. در تثلیث، در دعای تثلیثی ما چجوری هستیم؟ در کجا، در چه موضعی ایستادیم؟ در دعای تثلیثی که مسیحیان پروتستان بر اون ایستادن، خطاب دعای ما خطاب به خدای پدر میشه، به نام عیسی مسیح و به وسیله روح القدس دعا میکنیم. دقت بکنید دوستان عزیز، دعای ما خطاب به پدر آسمانی. متی باب 6 دوباره تکرار میکنم، ای پدر ما که در آسمانی، به نام مسیح دعا کنیم. چرا؟ چون تنها به نام مسیح دعا میگیرید میتونید جواب بگیرید. اگر شما جواب دعا نمیگیرید به خاطر که به اسم شخصی اشتباه دارید دعا میکنید، شخصی که حقیقی نیستش، شخصی که وجود نداره. به نام خودتون نمیتونید دعا کنید، به نام شخص اشخاص دیگه نمیتونید دعا کنید. چرا؟ چون اونها هیچ کدوم جانشون رو برای شما ندادن، فقط عیسی مسیح جان خودش رو داده. نه فقط همین، در انجیل یوحنا عیسی مسیح میفرماید ندارید چون به اسم من نخواستید، به اسم من بطلبید به شما داده خواهد شد. پس مواظب باشیم وقتی دعا میکنیم خطاب ما پدر آسمانی باشه، چنان که مسیح برای ما الگو به جا گذاشت، به نام عیسی مسیح باشه چون که او شفیع ما هست. عبرانیان میگه شفیع دارین در دست راست خدای پدر، عیسی مسیح است. و به وسیله روح القدس دعا کنیم. از افکار انسانی خودمون کمی بکاهیم، کم کنیم و به وسیله روح این دعا رو به حضور خدا ببریم. اجازه بدیم که دعای ما دعایی باشه که خداوند میطلبه. مثلا بله، متی باب 6 آیه 9 رو گفتیم. اینجا در متی باب 6 آیه 9 میفرماید ای پدر ما که در آسمانی، پس خطاب به پدر دعا میکنه. افسوسیان 3:14 پولس رسول به کلیسای افسوس میگه از این روزانو میزن در برابر خدای پدر. دقت کنیم که دعای ما کجا ایستاده و چطور داریم دعا میکنیم. همینطور در مورد خدای پسر که صحبت کرده میگه، کلامی که در انجیل یوحنا باب 14 13 و 14 است، میگه هر آنچه به نام من درخواست کنید من آن را انجام میدم. عیسی مسیح داره این وعده رو به من شما میده. آیا تا به حال به نام عیسی مسیح دعا کردین؟ و بعد میگه تا پدر در پسر جلال بیابد، اگر چیزی به نام من از من بخواهید آن را انجام خواهم داد. پدر بخواهید آن را انجام خواهم داد. انجیل یوحنا باب 15 16 میفرماید شما نبودید که مرا برگزیدید، بلکه من شما را برگزیدم و مقرر داشتم تا بروید و میوه آورید و میوه شما بماند، تا هرچه از پدر به نام من درخواست کنید به شما عطا کند. چند نفر میدونیم که عیسی مسیح امروز دیروز تا ابدالآباد همان است، تغییر نمیکنه. فقط اینو نگو به 11 12 شاگرد و بعضی از افراد، بلکه امروز به ما میگه. راجع به روح القدس که صحبت میکنیم در رومیان باب 6 آیه 26 میفرماید روح نیست، یعنی روح القدس،
در ضعف ما به ما یاری میاد، به ما یاری میدهد، زیرا نمیدانیم چگونه بد دعا کنیم، اما روح با ناله های بیان نشدنی برای ما شفاعت میکنه. پس خیلی اهمیت داره که جایگاه تأسیس در دعای ما مشخص باشه. اینجا وقتی راجع به خدای پدر صحبت میکنیم، میدونیم که خطاب ما، مخاطب ما او هستش. در مورد خدای پسر دعا میکنیم، میگیم در دعای تأسیسی اشاره میکنیم که چگونه عیسی مسیح به ما این باور و اطمینان داده که میتونیم به نام او به حضور پدر بریم دعا کنیم. و راجع به روح القدس که صحبت میکنیم، روح القدس چون روح خدا هست و ضعف های ما رو میدونه، از درون ما با خبره، از خصوصیات ما با خبره، وقتی به واسطه روح خدا دعا میکنیم، خدا پاسخ دعای ما رو میده. ما میدونیم که در زندگی مسیحی و در دعای مسیحی ما دو نوع دعای روح القدسی داریم. یکی به زبان مادری خودمان است، اگر فارسی است، لوری هست، کردی هست، هر چی که هست، روح القدس به ما کمک میکنه که دعا راسته بشه به حضور خدا. یکی هم سخن گفتن به زبانهای روح هست که پولس رسول در اول قرنتیان در جاهای مختلفی از جمله باب 14 به ما اشاره میکنه که چقدر اهمیت داره که ما به زبانها در حضور خدا دعا بکنیم. اونایی که به صحبت کردن به زبانها اعتقاد داره. جی سندرز میگه روح خداوند در موقع دعا با ما خودش را متحد میکند و درخواست و تقاضای خودش را با ما یکی میسازد. شما ممکن است طریق دعا کردن فلسفی آن را بدانید و ممکن است به قولهایی که خداوند در مورد دعا میدهد را به آن اعتماد و اطمینان کامل داشته باشید و آنها را در دعا استفاده کنید. اما اگر نقش مهمی را که روح القدس در دعا دارد را نادیده بگیرید، کلید اصلی دعا را نادیده گرفته اید. پس ما به روح القدس احتیاج داریم. بذارید راجع به روح القدس چیزی رو اینجا بگم، خیلی اهمیت داره چون در مباحث مختلف از بنده میشنوید. مادامی که عیسی مسیح جسمن روی زمین بود، رابطه ما از طریق عیسی مسیح با خدای پدر برقرار میشد. شاگردان میمدن گفتن عیسی مسیح ما احتیاج داریم برای این فرد دعا بشه. فرض کن پتروس میگه برای مادر زنم دعا بشه، عیسی مسیح میره دعا میکنه. اما وقتی عیسی مسیح تصمیم میگیره بر اساس اون در واقع پیشدانی خدا که زمان خدمت رو به جای رسیده که حالا باید برگرده به جایگاه اول خودش، یعنی خداوندی خودش، به ما این وعده رو میده که وقتی روح القدس میاد، شما به وسیله روح القدس هدایت میشید، او هادی شماست، او معلم شماست، او شما را قدرت میده و تمام چیزهایی که راجع به روح القدس ما قبلا تعلیم دادیم، تمام صفات عالی. پس خیلی مهمه که امروز ما از طریق روح القدس به خدای پدر نزدیک بشیم بیشتر. به نام عیسی مسیح، او نجات دهنده ماست، او رهاننده ماست، او شفیع ما هستش. ولی امروز عیسی مسیح گفت من میرم و رفتن من برای شما الزامیه، چون روح القدس وعده پدر میاد با شما خواهد بود. عیسی مسیح امروز جسمن با ما نیست، اما روح القدس در هر شرایطی، در هر اوضاعی کنار ما قرار داده. چقدر مهمه عزیزان که بیایم رابطه خودمون رو با روح القدس قوی و غنی بکنیم. وقتی راجع به آقای دیوید یانگچو صحبت میکنیم که بزرگترین کلیسای دنیا رو در حال حاضر دارن، کلیسای جماعت ربانی، ایشون کتابی دارن در این رابطه و بسیار از خادمین دیگه راجع به روح القدس کتاب‌ها نوشتن. ایشون میفرمه رابطه من با روح القدس بسیار رابطه نزدیکیه. بعد دیگه صبح بهش میگم روح القدس صبح بخیر، روح القدس با هم بریم اینجا، روح القدس با من بیا، روح القدس با تو هستم. رابطه‌ای که باعث شده امروز جمعیت مثل 1,000,000 نفر در کنار خدمت آقای دیوید یانگچو باشه. البته ایشون پیشنهاد نمی‌کنه ما این شیوه رو داشته باشیم، شیوه‌ای که بین خودش و خدا هستش، روح القدس هست، ولی منظور ما همینه که ما با روح القدس قدم بزنیم، از او هدایت بخوایم. مسیح گفت او با شما خواهد بود. اما دعا کردن یعنی ارتباط داشتن با آفریننده یعنی چی؟ وقتی ما میگیم باید با او ارتباط برقرار کنیم، روح القدس با ما خواهد بود، منظور چیه؟ یک، دعا یک امتیازه. دوستان مسیحی تازه که به مسیح ایمان آورده، چه ایمان داره قدیمی، دعا یک امتیازه تا از رابطه خود با مسیح لذت ببرید. برخلاف اون چیزی که امروزه ما بسیار راجع به جفا صحبت میکنیم که یک حقیقتی که در بین فارسی زبان ها وجود داره، اما زندگی مسیح فقط جفا نیست. زندگی مسیح میتونه جفا هم درش وجود داشته باشه. زندگی مسیح رابطه لذت بخش عیسی مسیح با قوم خودش، با شاگردان خودش است. عبرانیان باب 4 آیه 16 میفرماید با دلیری نزدیک به تخت فیض بیاییم تا رحمت بیابیم و فیض را حاصل کنیم که در وقت ضرورت ما را اعانت میکنه. این در دعا اتفاق میفته دوستان عزیز. ما به حضور خدا میریم، در حضور خالق آسمان و زمین، در حضور نجات دهنده خودمون رابطه لذت بخش رو شروع میکنیم. من روی کلمه میستم چون که برای بسیار از ما که از زمین مذهبی میایم، رابطه با خدای رابطه لذت بخشی نبود، رابطه گریه تو سر زدن و ناله کردن و بیچارگی بودش، هیچ امیدی وجود نداشت. اما در مسیح رابطه ما بسیار لذت بخشه.
رابطه زیبا هستش. میگه پس با دلیلی برید بدون ترس و لرز. چرا؟ چون شفیع داریم اونجا، عیسی مسیح هستش، او دست ما رو میگیره، تو دست خدا قرار میده و اونجاست که ما رحمت و فیض رو حاصل میکنیم که در وقت ضرورت بهش احتیاج داریم. سلاید بعدی که در رابطه با خالق خودمون صحبت میکنیم، آفرینده خودمون، اشاره به چی میکنه؟ خداوند پناه و پناهگاه یک ایمانداره. رابطه ما با آفریننده یعنی که او تنها پناهگاه من هستش. چقدر ما در زندگیمون احتیاج داریم که امیدی پیدا بشه، پناهگاهی باشه در ازدواجمون، در رابطه ایمانیمون، در مشکلات زندگیمون. خدا پناهگاه ما هست. دعا اون پناهگاه من و شما هست که به اون در واقع میریم، به اونجا میریم و خدا ما رو برکت بده. سلاید بعدی راجع به انواع دعا صحبت میکنیم. اینجا حالا چند نوع دعا وجود دارن تا اینکه افکار و احتیاجات مختلف خودمون رو با خدا بیان میکنیم. در این قسمت ما راجع به مزمور 38 آیه 18 صحبت میکنیم. مزمور 38:18 میفرماید گناه خود رو اخبار مینمایم و از خطای خود غمگین هستم. دوستان عزیز پس دقت میکنه، یک نوع دعا دعای اعتراف به گناه هست. ما میریم در حضور خدا که به گناه خودمون اعتراف کنیم و از خدا میخوایم که گناه ما رو ببخشه. دعا این راه رو، این پر رو برای ما و خدا به وجود میاره که بتونیم بریم در حضور خدا به گناه خودمون اعتراف کنیم. یکی دیگه از انواع دعا در عبرانیان باب 13 آیه 15 هستش. عبرانیان 13:15 به وسیله او، یعنی عیسی مسیح، قربانی تسبیح را به خدا بگذرانیم، یعنی ثمره لبهای را که به اسم او معروف هستند. دوستان عزیز عبرانیان 13:15 اشاره به یک نوع دعای دیگه میکنه که اون قربانی تسبیح است. قربانی تسبیح، میدونیم که در عهد عتیق انواع اقسام قربانی ها وجود داشت. در عهد جدید ما میریم به حضور خدا، از طریق دعا او را ستایش میکنیم، پرستش میکنیم، نام او را جلال میدیم با هم دیگه. نوع دیگه دعا، گناهان ما را ببخش زیرا که ما نیز قرض هر قرضدار خود را میبخشیم و ما را در آزمایش میاور بلکه ما را از شریر رهایی ده. انجیل لوقا باب 4 11 به ما میفرماید. پس در این نوع دعا یا در رابطه با آفریننده خودمون این فرصت وجود داره که نه فقط گناهان ما بخشیده بشه که بخش اوله، بلکه فرصتی به وجود داره که ما گناهان و خطای دیگران رو ببخشه. پس ما وقتی میریم به دعا به حضور خدا خالق خودمون، در رابطه با او باید دیگران رو ببخشیم. عزیزانی که با دیگران مشکل داریم، در خیلی از اوقات شما اگر نتونید کسی رو ببخشید، انتظار پاسخ دعا از جانب خدا نداشته باشید. و اسلاید بعدی که با هم نگاه میکنیم، یعقوب 5:16 هست که میگوید نزد یک دیگر به گناهان خود اعتراف کنید و برای یک دیگر دعا کنید تا شفا یابید، زیرا دعای مرد عادل در عمل قوت بسیار دارد. دوستان در این نوع دعا ما برای همدیگه دعا میکنیم که چی بشه؟ شفا بیاد، برکت بیاد، آزادی بیاد، اگر چیزی ما رو به خودش بسته بیادش، تا اینکه خداوند در زندگی ما عمل بکنه. پس خیلی اهمیت داره دوستان عزیز که ما بدونیم که در اونجا فرصتی پیش میاد که برای ما دعا بشه. اما چطوری میشه و چه شروط و وضعیتی وجود دارن که در دعا برای ما خیلی مهم هستن دوستان عزیز، که بخشی از اونها رو خدمت شما میگم. شروطی که در دعا وجود داره، ما نمیتونیم همینجوری هر تحت هر شرایطی دلمون میخواد دعا کنیم. اگر ما دیگران نمیبخشیم، اگر از گناهامون توبه نمیکنیم، پس نکته اول اینه که از گناهان خودمون باید توبه بکنیم. مزمور 66 آیه 18 داوود از گناه خودش خبر میده، توبه میکنه و از خدا میخواد او رو ببخشه. یکی دیگه از شرطه که دیگه در دعا اهمیت داره، با ایمان دعا کردنه. گاهی وقتا ما دعا میکنیم جواب نمیاد، چون با ایمان به حضور خدا نمیریم. متی 21:22 به ما اینو نشون میده. پس بدونیم که نه فقط برای از گناهامون توبه کنیم، بلکه باید با ایمان دعا بکنیم. یعنی وقتی دعا میکنیم به نوعی دعا کنیم که داریم دعامون رو جوابشو گرفتیم اوردی. و نکته بعدی در مسیح ماندن هستش. انجیل یوحنا 15:7 بسیار اهمیت داره که ما در مسیح باشیم و هر روز با او قدم بزنیم و اجازه بدیم که رابطه ما یه رابطه فرش باشه، تازه باشه. نمیتونیم رابطه ما یه وقت باشه یه وقت نباشه، باید همیشه در حضور او باشیم. شروط بعدی، به اسم عیسی دعا کنید. انجیل یوحنا 16:24 باید به اسم عیسی دعا کنید. دوستانی که هنوز به اسم عیسی دعا کردن یاد نگرفتید، طبق اراده خدا دعا کنید. اول یوحنا باب 5:14-15 خیلی مهمه که دعامون دعای نفسانی نباشه، بلکه مطابق با اراده خدا باشه. کشیش ناتان، اراده خدا کجاست؟ در کلامش نوشته شده. اگر نمیدونید از شبان و معلمین خودتون بپرسید. و نکته بعدی، نیت خوب طلبیدن. یعقوب باب 4:3 میگه شما دریافت نمی‌کنید جواب دعاتونو، چون با نیت خوب دعا نمی‌کنید. پس خیلی اهمیت داره دوستان عزیز که با نیت خوب دعا کنیم.
در کلام خدا به ما نشون میده که ما میتونیم برای کلیسا دعا کنیم. رومیان 10:1 اول تیموتائوس 2:1-4 به ما نشون میده که باید برای جمعی مردم دعا کنیم، برای پادشاهان دعا کنیم، برای صاحبان منصب دعا کنیم. متا باب 9:37-38 به ما نشون میده که خداوند برای این دعا کنیم که خداوند خادمین بیشتر به کلیسای خودش اضافه کنه. و نکته بعدی اینه که در افسوسیان دعای پولس برای ما نمونه خیلی جالبیه. افسوسیان باب 3:14-21 که نشون میده که برای خودمون میتونیم دعا کنیم، برای خانواده‌مون میتونیم دعا کنیم، برای دیگران دعا بکنیم. لیستی میتونید برای خودتون آماده بکنید که بر اساس اون لیست دعا بکنید و هر موقع جوابی رو میگیرید جلوش بنویسید پاسخ دریافت کردم. برای اقوام خودمون، برای دوستان غیر مسیحیمون، برای شبان و اعضای کلیسا برای بنده دعا کنید. خادمین خداوند و مبشرین انجیل در داخل و خارج از کشور دعا کنیم. برای برنامه تلویزیونی دعا کنیم. کسانی که مخالف هستن براشون دعا کنیم. احتیاجات شخصی و و و مواردی که شما صلاح میدونید که بعد براش دعا بشه. اما دعای محاوره‌ای یا دعایی که گروهی هستن، اینها رو به خودش اختصاص بده. اگر شما در دعای کلیسایی با یه عده دعا میکنید، یک، بلا فاصله در دعای گروهی شروع به دعا کنید. خیلی مهمه، منتظر نشید کسی دیگه دعا رو شروع کنه. البته یک چیزی که اینجا میتونم پرانتز اضافه کنم، دعاها در دعاهای گروهی باید کوتاه باشن. نمیشه یک ساعت موعظه کرد و مثلا 30 نفر بشینن و ما رو تماشا بکنن. دوم، موضوع به موضوع دعا کنیم. یعنی یکی از شرق نگه، یکی از غرب بگه، راجب اون خط مشی که رهبر دعا به ما میگه. و سوم، مختصر دعا کنید که اشاره کردم بهش عزیزان. پس خیلی مهمه که ما اینها رو رعایت بکنیم اگر میخوایم جواب دعامون رو دریافت بکنیم. اختشاشی که در کلیسای قرنتوس اتفاق میفته و پولس براشون رساله خودش رو می‌نویسه، یکی از ذرایش همون اختشاش بودش که همه با هم گاهی وقتا دعا میکردن، نبوت میکردن، به زبان صحبت میکردن. پولس میگه نزد داشته باشید، یکی یکی دو سه جمله بیشتر نباشه، شاید بدونیم که چطور باید نوبت رو به دیگران هم بذاریم. رهبران گروه های خانگی باید فرصت وجود بیارن که اون افرادی که دعا نمیکنن، اگر خجالت میکشن یا به هر نوعی، بهشون فرصت داده بشه. دوستان عزیز، پس خیلی مهمه که بدونید دعا یک اسلحه نیز برای ما هستش. دعا یک فرصتی برای ما وجود میاره که نه فقط رابطه شفافی با خالق خودم داشته باشیم، نه فقط مسئلات دلمونو بهش بگیم، بلکه بتونیم در دعا با اون مشارکت و دوستی داشته باشیم و برای همدیگه دعا بکنیم. دعا میکنم که کلیساهای ما مردان خدا، مردان دعا بشن. در نام عیسی مسیح خدا نگهدار.